آقای هوتن شکیبا، از سیاه رود نونی برای هاتف گرم نمیشه. هنوزم پتروسم و اینم انگشتم. سلام، خیلی مخلصین رفقا. تو این ویدیو میخوایم بریم سراغ سریال رهایم کن. بدقولی من تو ویدیو قبلی الان جبران میشه و به جای دو قسمت تو این ویدیو فقط راجع به قسمت نهم میخوایم با هم دیگه حرف بزنیم، داستان رو بررسی میکنیم، نکات فنی رو تحلیل میکنیم و همینطور پیش بینی داریم، چون شما دوست داری. رفقا همین الان چشم بسته ویدیو رو لایک کن که انرژی میده شدید، و اگه جز پتروسیان نیستی همین الان دکمه حسابو بزن، یه کامنت انگلیسی هم بذار، و اگه دوست داری راجع به سریال رهایم کن بازم ویدیو بسازم، رهایم نکن رو کامنت کن. بریم و بیایم ویدیو رو شروع کنیم. ابتدای ویدیو اجازه بدیم به یه نکته اشاره کنم که راجع به فلشبک قسمت قبلی بود و من اشتباهاً چیزی رو گفتم و مرسی از شماها که به هم یادآوری کردین. من راجع به ربط سکانس فلشبک قسمت قبلی که راما تو دفتر حاتم داره با سنگ میزنه چیزی متوجه نشدم، ولی بعد از در واقع کامنتای شما وقتی رفتم مجدد چک کردم احساس کردم که اینجا یک ربطی وجود داره و در واقع هدف فیلمساز از این فلشبک ربط دادن این کاراکتر به کاراکتر هاتف بوده، به خصوص با سکانسی که هاتف متحول میشه و در واقع تو دفتر هاتم میخواد خودش رو به پدرش نشون بده و یک دعوایی در واقع اتفاق میفته. ایمان تو بغلم. با فلشبکی که اول این قسمت دیدیم در واقع جواب سوالم که گفتم تکلیف این خانم زخمی و ربطش به هاتم چی میشه رو گرفتم. اما تو این قسمت و در واقع توی این فلشبک اتفاقای باحالی افتاد که الان میخوایم با هم دیگه مرورش کنیم. پلان نمادین از افتادن مترسک داریم که در واقع داره درون هاتم و تصویری بهمون نشون میده. اما یه نکته کم ارزش دارم شاید که دوست دارم به شما هم بگم. این پلان در واقع این پلان افتادن مترسک رو ما توی تیزر به صورت رنگی دیده بودیم، اما اینجا سیاه و سفید دیدیم. خب من احساس میکنم که این سکانس برای فلشبک نوشته نشده، ولی بعداً به هر دلیلی وارد ساختار فلشبک ها شده. اتفاق خوشگلی که توی فیلم نامه میفته اینه که تو این قسمت در واقع با سکانس فلشبک به اون لحظه ایش که حاتم در واقع اعتراف میکنه به قتل و همینطور چند تا سکانس بعدی که کارگرها میان در واقع توی حیات خونه حاتم و از اون میخوان که معدن رو دوباره باز کنه و اون اتفاق میفته، من با خودم گفتم که بله، شاه حسینی اینجا یک کارگر در واقع معلول رو به ما نشون میده که یه پا نداره و همینطوری عموی دوست داشتنی با این مریضی پوستی، که من مخاطب با خودم بگم که دم حاتم نایب سرخی گرم، چقدر از خود گذشتگی داره و میبخشه و اونجا اعتراف میکنه به قتله. خب اما حالا اتفاقی که میفته، ما تو سکانس آخر قسمت قبلی جایی که دیدیم هاتف علاقش رو به مارال در واقع بروز داد، من با خودم گفتم پس قطعا تو این قسمت ما یه سکانس تقابل داریم بین هاتف و حاتم که در واقع هاتف این نکته رو بهش میگه. آها، پس اینجا که میگم فیلم نامه خوشگله به این دلیله، شاه حسینی با اون دو تا سکانس اولی که بهتون گفتم از خود گذشتگی رو کاشت و به مخاطبش گفت که این کاراکتر این مدلیه، حالا بیا جلو، پیشفرض دیفالت تو ذهنت داشته باش که الان میای میرسیم به این سکانس تقابله و اینجا باز هم حاتم از خودش به خاطر برادرش میگذره. اما سریال همونطور که پیش بینی کرده بودم نرفت ترکیه و در واقع سراغ کلیشه نرفت. چرا؟ چون زمانی که این مثلث عشقی صورت گرفت به ما کلیشه برادر به خاطر برادر از خود گذشتگی میکنه رو نشون نداد، بلکه حاتم به خاطر عشق از برادرش گذشت و به نظرم این اتفاق جذابی بود. مثلا دلیل بعدی که میگم فیلم نامه خوبه به این دلیله که با فیلم نامه ای طرفیم که شخصیت ها واقعیان ملموسن. دقت کنین اکثر کاراکترها خاکستری هن. یعنی ما از کسی مطلق بدمون نمیاد، تنفر نداریم، حتی دیوونه وار
عاشق هیچ کاراکتری نیستیم، همه ی کاراکترها رو دوست داریم چون هر کدومشون برای خودشون نقاط ضعف و قوتی دارن. خب یعنی حتی با کاراکتری که به شدت نزدیک به سیاه شدن، بهرام، بعضی موقعا درکش میکنیم، همزاد پنداری میکنیم باش و بهش حق اشتباه کردن میدیم. این دوتا دلیل باعث میشه که بگم با فیلمنامه به شدت خوبی تو رهایم کن طرفیم. بریم یه کوچولو هم راجع به سکانس آخر حرف بزنیم، اون تقابل جذاب و دیدنی بین هاتف و هاتم که جدای بازی خوب هر دو نفر، میخوام راجع به کارگردانیش باهاتون حرف بزنم. دقت کنید این سکانس با دوتا نمای لانگ شات و تک شروع میشه، میایم جلوتر یه کوچولو وارد داستان میشیم، نماها یه ذره بسته تر میشه، اوور شولدر میشه و در نهایت جایی که قراره ضربه زده بشه دوتا نمای نزدیک یعنی کلوزآپ میبینیم. اصلا کارکرد این نما انتقال مفهوم حس به صورت فورانیه و این اتفاق جذاب بود. با نمای باز، متوسط و بسته رسید به اصل مطلب و خوب بود، من دوستش داشتم. شاه حسینی تو این قسمت به شدت داره اخطار میده برای قسمت بعدی و شوکی که قراره تو قسمت بعدی ببینی. خب حالا کم کم بهتون میگم. اول خواب افسانه و در واقع تعریف کردن تابلوی با روبان سیاه بهرام، بعد خاطره ناصر و تهدید بهرام، بعد از طرفی دیالوگ در واقع هاتف به شاهین که میگه اگه قرار بهش برسی بزن خراب کن همه چیزو. همه اینا به نظرم با توجه به اتفاقایی که داریم میبینیم، لباس عروسی که بهرام برای افسانه میاره، احساس میکنم که تو قسمت بعدی عروسی رو میتونیم ببینیم، یعنی سکانس مرتبط به عروسی. و مجموع این اتفاقا به من میدهد که قسمت بعدی قطعا یک اتفاق هیجان انگیز در رابطه با بهرام، شاهین و همینطور افسانه میتونیم داشته باشیم. در کاراکتر هاتف یه نکته بگم، این کاراکتر خیلی به نظرم مارمولکه، خیلی عجیب غریبه. ببین داداش طرف رو لو دادی، بعد در واقع باعث کلی مشکلات شدی براش و بازم میری ازش خواستگاری میکنی. من بودم اصلا چشش طرف نمینداختم، خیلی عجیبه. بعد حالا که تازه فهمید داداشش هم رقیبشه، با توجه به دیالوگی که به شاهین میگه، یعنی میگه بزن خراب کن همه چیزو، من احساس میکنم که، یعنی پیشبینی میکنم شاید حاتمو لو بده که یکیو کشته، یا اگه این کارو نکنه قطعا دیوونه بازی های عجیب غریبی در واقع از هاتف از این به بعد میبینیم و شروع میشه برای این کاراکتر برای به دست آوردن مارال، چون این کاراکتره تازه فهمیده باید چجوری عوض بشه. یه دفعه دوباره نمیاد برگرده به همون کاراکتر سابقش، قهر کنه، قصه بخوره و از شهر بره، از سیارود بره تهران. به نظرم این اتفاق عجیبیه و نمیبینیمش، بلکه شاهد دیوونه بازی های این کاراکتر میتونیم باشیم. اگه بخوام دوتا پیشبینی هم از دیوونه بازی های آینده هاتف بگم، احساس میکنم که الان که رابطش و میونش با پدر خوب شده، قطعا در واقع پیش قدم میشه تو این قضیه و سریعتر میره ماجرای عشقش به مارال و به پدره میگه. اینجوری یک تقابل هم بین پدر و حاتم داریم. خب این از این. و از طرفی از نغمه، زن سابق حاتم، خیلی وقته که خبری نیست، یعنی آزاده صمدی اومده که دوتا سکانس بازی کنه و بره. به نظرم میتونه یه برگشت هیجان انگیز و جنجالی داشته باشه. یه سکانس برف بازی توی در واقع موزیک ویدیو دیدیم که یه ذره عجیب غریب بود. با توجه به لباسهایی که دارن میپوشن، آب و هوایی که الان داریم میبینیم تو سریال، قطعا زمان حال سریال تابستونه، ولی زمستون رو داشت به ما نشون میداد، یعنی توی موزیک ویدیو. خب من دو تا برداشت دارم، یا داره آینده رو نشونمون میده، خب یعنی هاتف با مارال ازدواج میکنه و اون گردنبنده مثلا حالا به هر دلیلی از دستش، از گردنش افتاده و اونجا حاتم اینو میبینه و کل این ماجرای گذشته دوباره میاد تو ذهنش، که خیلی عجیبه این باشه. دو پیشبینی دوم هم میتونه این باشه که در واقع داره خیال پردازی میکنه حاتم، که اگر الان نرم سراغ مارال و کارو تموم نکنم نتیجهش میشه اینا، که این هم عجیبه. ریالی که در واقع همه چیز ریال داره میره جلو با فلش بک و تو نشون دادن این سکانس اتفاق خاصی نمیفته که ما بگیم فلش فوروارد داریم میبینیم، از آینده داریم میبینیم، عجیب غریبه دیگه. خلاصه تکلیفم با این سکانس مشخص نیست، یعنی یا فهم من نرسیده یا اشتباهی این وسط وجود داره، نمیدونم کدوم از اون دوتاه. شما اگه برداشت متفاوتی از این لحظه داشتید حتما برام بنویسید.
رفقا چند دقیقه دیگه که ویدیو تموم شد سری برید اینستاگرام و پیج من یعنی پتروس خانم دنبال کنید، چون قراره اونجا هم کلی برنامه سینمایی متفاوت و اختصاصی برای اون پلتفرم داشته باشیم. قبل از اینکه بریم یه ذره گیر بدیم به سریال، تکلیف کلیم رو مشخص کنم و رعایم کن. خلاصه بخوام بگم من تا قبل از این قسمت با رهایم کن بدون هیچ دلیل سینمایی حالم خوب میشد. نمیدونم چرا، چی داشت این لعنتی که موقع دیدنش سر ذوق میومدم، اما از این قسمت به بعد با بازیهای مسلطش، با کارگردانی فکر شدهش و با فیلمنامه‌ای که در این حال که تلاش کرده خونوادگی باشه، سمت کلیشه ها نرفته، دارم کیف میکنم و اینا شده دلیل من برای ادامه دادن این سریال. و وای از موسیقی های این سریال که نگم براتون. تو این روزا تو تنهایی یا تو ماشین یا دارم عمو تورج شعبان خانی گوش میدم، یه دو سه روزی هم هست که محسن چاوشی قفلی در واقع اومده تو پلیلیست من و نمیدونم باید چیکار کنم. موافقید که بریم یه کوچولو هم گیر بدیم به سریال؟ یک، این دیالوگ حسن مجنونی رو گوش بدین. روز اومد خونه با چشم گریان. جان چی شد؟ با چشمان گریان کجای سریال همچین ادبیاتی داشتیم آقا ناصر؟ گیر دومم تو سکانسیه که کارگرا میرن تو حیات خونه حاتم. خب دقت کنید، خانوم رو به روی حاتم داره میگه که آقا دستتون رو از رو سر ما بر ندارید. چرا باید این دیالوگ سینک بشه رو تصویره مردی که کلاه از سرش بر میداره؟ اگه داریم موزیک ویدیو میبینیم آخه. همین، مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدین. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما کانال رو ساب کنید، لایک و کامنت هم که میدونید کلی انرژی میده، و بیاییم با هم دیگه تکرار کنیم، حتی اگه سرمون بره خورده به تنمون پیروزی گره. تمام.